در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از بررسی استیضاح دونالد ترامپ در مجلس سنا، تداوم تنش‌های سیاسی و امنیتی در عراق، نخستین تصمیمات بایدن پس از ورود به کاخ سفید و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. شمار مبتلایان کووید 19 در جهان تا بعد از ظهر شنبه 4 بهمن به 99 میلیون نفر رسید و آمار بیماران بهبودیافته هم از مرز 71 میلیون نفر عبور کرد. تا امروز حدود 2 میلیون و 120 هزار نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. با ادامه روند افزایشی مبتلایان کرونا در انگلستان پیش بینی می شود این کشور در روزهای آینده به رده 4 کشورهای دارای بیشترین مبتلایان برسد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده است که برخی شواهد نشان می دهد نوع جدید ویروس کرونا در این کشور می تواند مرگبارتر از نوع اولیه آن باشد. همچنین آمارها حاکی از خیز دوباره کرونا در اسپانیا است. مکزیک نیز شاهد رکورد شکنی مبتلایان و فوتی‌های روزانه در روز جمعه بود. از سوی دیگر آمارهای ترکیه در روزهای اخیر نشان دهنده کاهش مبتلایان روزانه به کمتر از 10,000 نفر و ادامه شیب نزولی فوتی‌ها در این کشور است. در آمریکا نیز آزمایش کرونا 150 تا 200 نفر از نیروهای گارد ملی ایالات متحده که برای تأمین امنیت مراسم تحلیف جو بایدن در واشنگتن مستقر شده بودند مثبت اعلام شده است. بررسی استیضاح ترامپ در سنا از روز دوشنبه. طبق اعلام چاک شومر رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا، این مجلس طرح استیضاح دونالد ترامپ را روز دوشنبه دریافت و فرایند استیضاح را از 8 ژانویه 20 بهمن آغاز می‌کند. ترامپ به تشویق به شورش در حمله به ساختمان کنگره آمریکا متهم است، اتفاقی که در آن 5 نفر جان خود را از دست دادند. در صورت محکومیت رئیس جمهور سابق آمریکا با اکثریت آرای سنا، انتصاب او در سمت‌های دولتی و عمومی ایالات متحده ممنوع می‌شود. نخستین تصمیمات بایدن پس از ورود به کاخ سفید. جو بایدن پس از ورود به کاخ سفید 15 فرمان اجرایی را در کمتر از 24 ساعت صادر کرد که از جمله آنها میتوان به لغو فرمان خروج این کشور از سازمان بهداشت جهانی، بازگشت به توافقنامه اقلیمی پاریس و لغو منع سفر شهروندان چندین کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به آمریکا اشاره کرد. بایدن همچنین دستور بازنگری همه تحریم‌هایی را که در زمان ترامپ علیه کشورهای مختلف وضع شده بود صادر کرده است. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده در تصمیم دولت ترامپ برای قرار دادن انصار الله یمن در فهرست سازمان‌های تروریستی بازنگری خواهد کرد. تداوم تنش‌های سیاسی و امنیتی در عراق. به دنبال حملات انتحاری روز پنجشنبه در بغداد، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق از تغییرات در ساختار نظامی و امنیتی و تدوین یک برنامه امنیتی جامع برای مقابله با چالش‌های پیش رو خبر داد. الکاظمی همچنین فرماندهان ارشد امنیتی را به دنبال انفجارهای انتحاری اخیر در بغداد برکنار کرده است. روز پنجشنبه پایتخت عراق شاهد 2 انفجار انتحاری بود که در جریان آن بیش از 30 نفر جان باختند و 110 نفر مجروح شدند. داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر پایگاه نظامیان آمریکایی موسوم به ویکتوریا در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله موشک‌های کاتیوشا قرار گرفت. گزارش‌ها حاکی از آن است که یکی از پادگان‌های این پایگاه در این حمله دچار آسیب شده است. همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه اعلام کرد ممکن است کشورش برای بیرون راندن تروریست‌های پیکک از شمال عراق وارد عمل شود. پیمان جدید منع جنگ افزارهای هسته‌ای بدون حضور قدرت‌های اتمی. از روز جمعه پیمان بین‌المللی منع جنگ افزارهای هسته‌ای بدون امضای کشورهای بزرگ دارنده این سلاح اجرایی شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن استقبال از این اتفاق آن را گامی مهم به سوی جهانیاری از سلاح هسته‌ای توصیف کرد. بیش از 100 عضو سازمان ملل متحد پیمان منع تسلیحات هسته‌ای را در جولای 2017 به تصویب رساندند که ایران نیز یکی از همان کشورهاست.
سیومین هفته اعتراضات علیه نتانیاهو در اراضی اشغالی. صدها نفر در سیومین هفته اعتراضات به سیاست‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز جمعه در مرکز تل‌آویو تظاهرات کردند و خواستار کنارگیری نتانیاهو شدند. چندین پرونده فساد مالی از جمله خرید زیردریایی‌های پیشرفته از آلمان و سوء مدیریت در کنترل کرونا از علل اصلی تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو محسوب می‌شود. همزمان با این اعتراضات، روز پنجشنبه در پاکستان یک راهپیمایی میلیونی علیه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی برگزار شد.